قربانی اسماعیلی فعال حقوق بشر از لندن با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب آقای اسماعیلی. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان شما. بزرگوار. آقای اسماعیلی، کارزارهای مجازی و صدور بیانیه نهادهای حقوق بشری در کاهش خشونت علیه زنان به ویژه در افغانستان تحت سلطه طالبان چه تأثیری خواهد داشت؟ بفرمایید. خب تأثیری مهمی داره، تأثیری بسیار اثرگذار داره، به دلیل اینکه ما باید جهان رو آگاه بسازیم در مورد اون چیزی که در افغانستان اتفاق میفته و حتما افکار عامه جهانی فشار وارد میکنه روی مفکوره و کارکرد طالبان در افغانستان. اگر کمپین صورت نگیره، اگر صحبتی نشه، اگر بحثی نشه، اگر بیانیه‌های صادر نشه، در حقیقت ما اینو نشان میدیم که در افغانستان همه چی درست پیش میره و موضوع و مشکلی نیست. ولی زمانی که بحث و مسئله و اینا رو ما مطرح میکنیم، کمپین رو میندازیم، بیانیه‌ها صادر میکنیم، به جهانیان نشون میدیم که اوضاع افغانستان اوضاع درستی نیست، شرایط مردم به خصوص شرایط زنان، شرایط خانم‌ها در وضعیت نادرست قرار داره و باید در علیه این مسئله اقدام صورت بگیره. بله آقای اسماعیلی، گروه طالبان چرا از حضور و فعالیت زنان و دختران در اجتماع و سیاست در افغانستان هراس داره؟ خب این من فکر میکنم به همین گرده به دو تا موضوع اصلی. اول این که دلیل اولش این استش که طالبان یک برداشت یا یک قرائت خاصی از دین مبین اسلام دارن و در قدم بعدی مربوط میشه به یک بخشی از فرهنگ این مردم. ببینید شما، ما در همسایه خود کشور بدون پاکستان داریم که اونها هم سنی مذهبن، اونها هم با اینا مذهب و دین مشترک دارن، ولی اونجا ما میبینیم که خانم ها مشکلی ندارن، زنان مشکلی ندارن، زنان در اجتماع، در سیاست، در اقتصاد فعال حضوری فعال دارن. ما یادمون هست در دوره اول حکومت طالبان نخست وزیر پاکستان بیاجل بوتو بود و یه خانوم بود، اما در این طرف مرز در افغانستان شما میدید که خانم وقت نداشتن از خانه بیان بیرون. من فکر میکنم این موضوع فرهنگی هست که البته مربوط میشه به یک بخشی از طالبان، شامل همه طالبان نیست. یه بخش دیگه هم موضوع مذهبی دینی هست که اینا یک قرائت خاصی از دین مذهب دارن که میگن خانم ها باید محدودیت داشته باشن و در چارچوب خانه بمونن. و سوال آخر، با توجه به تداوم فشار و اعمال محدودیت، چشمانداز حضور و فعالیت زنان و دختران در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. متاسفانه چشمانداز خیلی خوبی نیست. در این دو سال که طالبان برگشتن سر قدرت، ما ببینیم که همونطور که شما در ابتدا گفتین، فرمانهای متعدد را علیه خانمها صادر کردند و این محدودیت‌ها و این فرمانها همچنان بجا و اعمال میشن و نافذ هستند. اگر ما به کمپاین‌ها و به این اعتراضات خود ادامه ندیم، حتما چشمانداز خوبی نمیده. ولی اگر ما تلاش بکنیم، هر روز کار بکنیم و فعالیت‌های خود افزایش بدیم و جامعه جهانی را در این مسئله هم داخل بسازیم، خب بخوای نخوای بالاخره طالبان هم مجبورن که کنار بیان، چون طالبان نیاز دارن برای اینکه باید به رسمی شناخته بشن، مشروعیت به دست بیاورن، هم مشروعیت داخلی هم مشروعیت خارجی. بنابراین در حال حاضر من خیلی خوشبین نیستم، اگر چون متوجه میشم که یه مقدار توجه جهان
روز افغانستان کاهش یافته با توجه به تحولات جدیدی که در حال وقوع هست. اما ما همچنان باید در صحنه حضور داشته باشیم، همچنان باید فعالیت های خود رو دنبال بکنیم، همچنان باید سعی تلاش بکنیم که توجه بلای افغانستان همچنان پابجا باشد، تا اینکه کمک بکنیم که خانم ها و زنان از اون شرایطی که هستن بیرون بیان.